مقام های قزاقستان روز یکشنبه گفتند پس از مرگبارترین خشونت ها طی 30 سال استقلال قزاقستان، وضعیت در سراسر کشور را تثبیت کردند و نیروهای اتحاد امنیت جمعی موسوم به CSTO به رهبری روسیه از تأسیسات استراتژیک آن کشور محافظت میکنند. گزارشی در این باره. مقامات امنیتی و اطلاعاتی قزاقستان به قاسم جومارت توکایف رئیس جمهوری آن کشور اطلاع دادند که طرح عملیاتی را که او یک عملیات ضد تروریسم در سراسر این جمهوری سابق روسیه می‌خواند ادامه می‌دهند. وزارت بهداری قزاقستان یکشنبه گفت بیش از 160 تن در تظاهراتی که هفته گذشته کشور را در بر گرفت کشته شدند. این تظاهرات که طی آن اماکن عمومی به آتش کشیده شدند و هزاران تن دستگیر شدند، رئیس جمهوری را ترغیب به صدور دستور تیراندازی به قصد کشتن تظاهر کنندگان کرد که توکایف آنها را راهزن و تروریست خوانده است. به دعوت توکایف، سازمان اتحاد امنیت جمعی CSTO به رهبری روسیه نیروهایی را برای بازگرداندن نظم به قزاقستان اعزام کرد که در زمان تنش بالا در روابط روسیه و ایالات متحده پیش از گفتگوهای هفته جاری در مورد بحران اوکراین صورت گرفت. دفتر ریاست جمهوری در بیانیه گفت شماری از تأسیسات راهبردی و استراتژیک قزاقستان تحت حفاظت نیروهای اتحاد CSTO قرار گرفتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا جمعه ضمن ابراز نگرانی از برقراری وضعیت اضطراری در قزاقستان که در همسایگی روسیه و چین قرار دارد گفت ما با نگرانی واقعی اوضاع را تماشا و همه را به یافتن راه حلی مسالمت آمیز تشویق می‌کنیم. خشونت و ناآرامی به تصویر قزاقستان به عنوان کشوری تحت کنترل و با ثبات ضربه وارد کرده که از آن برای جذب صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری غربی در صنایع نفت و معادن آن کشور بهره برده است. شهلا رسته، صدای آمریکا.